خب بگو ببینم چی شده. چیز خاصی نشده. راستی فری با تو تا حالا دیلمان و اشکورات رفتی؟ آره، یه روز با چند تا از بچه‌ها از رستم آباد پیچیدیم به چپ و رفتیم زدیم به کوه. همینجور رفتیم تا شاه شهیدان، دیلمان، ملکوت، آسیابر، اسپیلی، از اون ورم از گرمابدشت اشکور در اومدیم. بعد رفتیم کلاچای و برگشتیم. خیلی جای دیدنی بود. میخوای بریم اونجا برگردش؟ شاید. منم هستم، میام. شنیدم مثل بهشته. خیلی دلم میخواد از این شلوغی شهر فرار کنم، برم اونجا زندگی کنم. وای نه، روستا و طبیعت واقعا در حد یه روز بر من جذابه. اصلا تصورشم بر من سخته. خیلی از این آدمای اهل فکر رو تحصیل کرده، شاعران، نویسنده، خودشون تو روستا و طبیعت زندگی میکنن. اونا حوصله شلوغی شهر رو ندارن. خود روستایی هم یه روز میان شهر حالشون بد میشه. آدم تا جایی زندگی نکنه متوجه نمیشه کجا خوبه کجا بده. تعریف هر کس از خوبتر و بدتر فرق میکنه. بر من 100% بدتره. ستاره. الو. سلام داداش. باز تو هرچی بگی من میگم ستار خیلی آقاست، خیلی خوبه، من واقعا دوستش دارم. از همه مهمتر اینه که پریوا رو فقط و فقط برای خودش میخواد. در صداقت و شرافت ستار و خانوادهش نباید سر سوزنی شک کنی. ستاره اون فریبا رو خوشبخت میکنه. اصلا شاید باعث بشه این دختری یکم عقل بیاد تو کلش، آرومتر بشه. و چنان است به خدا کمکش نکردی والا. من؟ ما من و تو جفتمون براش وقت نذاشتیم، خوب تربیتش نکردیم. تا موقعی که فرشاد بود تمام فکر و ذکرتون بود، الان هم همینطوره. مگه برای فریبا چی کم گذاشتیم؟ چی کم داره؟ با پول دهنشو میبستیم. اون آسی شده بود، فکر میکردیم با پول آروم میشه، اما نشد. حضور ستار تو خانواده ما برای ما یه نعمته. اونی که میتونه دختر آسی تو رو آروم تر کنه. فکر میکنم به مرور زمان وقتی وارد خانوادهشون بشه کم کم عقل بیاد تو کلش و پخته تر بشه. سلام. 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 چطورم آقای کشتکار؟ لباس جدیدم، خوشگله. عالیه. دخترم زنگ بزن ستارم برای نهار بیاد. تا وقتی سودابه هست من نمیتونم وقتمو بر کسی دیگه ای بذارم. بفرمایید نهار. بریم. بیاس. بفرمایید. چرا نذاشتی حقیقت رو بهش بگم؟ باید فکر کنم سودا. میترسم جا بزنی. کیتی که یهو جوش میاره میزنه زیر همه چیز. ولی اگه خودت بهش بگی گوش میده. هزار بار گفتم فریبا دوست نداره پنهونکاری بشه یه کسی بهش دروغ بگه. اون وقته که دیگه میزنه زیر همه چیز. وقت میخوام سودا. باید فکر کنم. اصلا گیرین فریبا هم خوشش اومد. تکلیف من چیه؟ واقعا میتونم اونجا رو تحمل کنم؟ فکر کن تبعید میشی. بیا همه چیز رو بهش بگو. خودت بهش بگو. الو.
بوق اشغال میزنی. دوباره بگیر. اشغاله بزن. مطمئنید که بعد ارتفاعات سیاکل بره؟ 100%. کاری نداره که. شماره اداره سیاکل رو میدم، خودتون بپرسید. شاید نزدیک سیاکله، نزدیک شهر. نه خانوم، دورتر اینجاست. اینطور بگم، اصلا بره بالا تا 7-8 ما پایین بیا نیست. همش برف و بارون اونجا. شما از کجا زنگ میزنی؟ از کجاش مهم نیست. مهم واقعیته. مگه تا حالا حرفم دروغ بوده؟ با اجازه شما. همه چی تموم شد. دیگه نمیخوام کسی وارد زندگیم بشه که هر روز با اعصابم بازی کنه. مراسم عقد و عروسی هم نخواستم. تموم شد مادر من. باز چی شده؟ اون دفعه من گفتم این آدم ریاکاره. کدوم ریا؟ پدر محترم، نمیخوام راجبش حرف بزنم. اولش که به خاطر لج بود بهش نزدیک شدم، بعدش هم به خاطر تعریفای شما بهش دل بستم، ولی دیگه تموم شد. نمیخوام. چی شد داداش؟ جواب داد؟ گوشش خاموش. خب یه مورد در خونه شما. تو هم آن بیا. نه تنها برین، تو خیلی بهتر. خدا به چی شده مادر؟ چه خبره؟ کجا رفت؟ هیچی مامان، هیچی نگو. یعنی هیچی نگو؟ ما شما رو بزرگ کردیم، تربیت کردیم، چرا به شعور آدم توهین میکنین؟ خب بگو کجا رفت، چی شده؟ شاید آدم بتونه راهنماییتون بکنه، کمکی بکنه. من نمیتونم حرفی بزنم. حرفی بزنم ستار میگه چرا در امور خصوصی دخالت کرد. اجازه بدین خودش بیاد از خودش بپرسین. کجا رفت؟ رفخونه فریبا. لازم به توضیح نیست، میشه همین چیز رو دید. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. ستار بود بگو نمیخوام باش حرف بزنم. بفرمایید. سلام، میخواستم با فریبا حرف بزنم. بفرمایید داخل. نه از همینجا میخواستم باش حرف بزنم. بهش بگین لازم نکرده بیاد دمه در. فریبا بیا، با شما کار داره. دیگه حرفی نمونده ستار. خبرها همیشه زودتر از تو به من میرسه. چرا من بعد از دیگران بشنوم که تو قبول کردی بری روستا؟ اونم جای خیلی دور. قبول نکردم. چی گفته قبول کردم؟ اومدم باهات مشورت کنم. مشورتات هم کردی آقا ستار. من دیگه حرفی با تو ندارم. نمیدونم یکی از کجا زنگ میزنه بهش گزارش میده. یعنی کار کیه؟ از اداره است؟ هر کی از فتنه‌گره. برو فریبا بالاست. فریبا در باز کن. منم. در خدمتم. برای همین به تلفن زدم. مشغول بودی. جای خالی فقط توی دیلمان اشکیور برای تدریس وجود داره. منم تصمیممو گرفتم نرم. میخوام مثل بهزاد برم آموزشگاه های خصوصی. اگه فرمایشاتتون تموم شده بنده مرخص شم. یکی داره بین زندگی من و تو رو به هم میزنه. نمیدونم منظورش چیه، ولی پیداش میکنه.
پزشکو به شما میگه. امیدوار جان باش یواش حرف بزن، تندی نکن. اینی که سودابه میگه درسته؟ سودابه خیلی حرفم میزنه. کدومش؟ اینی که تصمیم گرفتی سر کار نری. تصمیم گرفتم کوه نرم. پسر جان من به تو قول میدم سر یک سال بیارمت رشت. فریبا موافقت نمیکنه. خودم هم که میدونین دوست ندارم برم. رضایت فریبا با من. من روی حرف اون الان دیگه بیشتر از حرف تو حساب میکنم. هیچ وقت فکر نمی کردم روزی کارم به اینجا بکشه. من به اندازه کافی عصبم خورده آقا جان. شما دیگه دست روی زخم من نذارین. سرتو بالا کن پسر. به خاطر من بیا برو سر کارت. آینده در اینه پسر من. باور کن خانواده فریبا هم به خاطر همین قضیه بیشتر به تو عزت میذارن. چشم به هم بزنی یک سال تموم میشه. میگم که من تمام آبرومو میذارم میارمت پایین، میارمت همین شهر. به تو قول میدم. پس اگه میتونین چرا الان این کارو نمیکنین؟ تو فکر میکنی این کار از دست من برمیاد برات انجام نمیدم؟ واقعا اگر اینطوری فکر کنی زدی زیر هرچی مردونگی معرفت. زود تصمیم نگیر، فکراتو بکن، بعد با هم حرف میزنی. چشم آقا جان. خدایی نکرده یه موقع فکر نکنین من قصد جسارت به شما رو داشتم. میفهمم پسرم. من هیچ وقت از این فکر را نمی کنم. اگه این بود که دیوانه می شدم، عمرم رو برباد رفته می دونستم. گیر افتادم. بله گیر افتادی، همینه دیگه. یادت اون روزا می گفتی که آقا جان من هیچ وقت زن نمی گیرم؟ می گفتم بله، وقتی عاشق بشی اختیار از کف میدی، عشق همینه. میگفتی من هیچ وقت زن نمیگیرم، محاله. اونایی که زن میگیرن کله پوکن. دست شما درد نکنه دیگه، حالا ما شدیم کله پوک. نه من هیچ وقت به بچه‌م یه همچین توهینی نمی کنم. شعور تو برای من ارزش داره، تو آدم با شعوری هستی. بالاخره این روزگار میگذره، تموم میشه. میگه پلکا بر هم نهادیم، گردش ایام گذشت. مال شما میگذره. پس عزیز من باش، قول من بده برو سر کار. به من نگاه کن. چشم آقا جان. مامان
مامان. جانم. بله. بگو چی شده؟ چی شده؟ دانشگاه قبول شده. خدا خدا. مامان حالا بگو کجا؟ کجا؟ دانشگاه گیلا. فریبا چی؟ فریبا هم قبول شد. من میرم بهش خبر بدم. وایسا سودا به. فریبا هم گیلا قبول شد. سلام، فریبا خونه است؟ بفرمایید. فریبا! فریبا! قبول شدی! مبارکه! مبارکه! بیا تو مرسی! نگفته بودی پرستاری هم زدی؟ پرستاری رشته ایدئال منه، آینده داره، من 1000 تا برنامه دارم. بیچاره ستار، داداشم اصلا فکرشو نمیتونه بکنه کجا قبول شدی. مگه بده؟ نه، ولی نگفته بودی کدوم دانشگاه رو زدی. ما فکر کردیم مثل من فقط گیلان رو زدی. سلامتی. سلام مادر. سلامتی انشالله. خیر ببینی دخترم، مبارک باشه انشالله. انشالله که موفق بشیم. بشیم قربونت برم. بشیم. تبریک. ممنون. دیدی آقا بالاخره زحماتت نتیجه داد. ما هم دانشگاه قبول شدیم. خیلی هم عالی. دیگه اینجوری با هم میرین دانشگاه. تنها هم نیستین. فریبا اینجا قبول نشده. پس کجا؟ دانشگاه تهران. شیمی؟ نه، پرستاری. مگه پرستاری نزده بودم؟ من خودم آخرش اضافه کردم. چرا؟ خب تنها رشته ایه که همه جای دنیا میخوان. یه بر خانوم. سلام امیدوار. سلام علیکم. مژده بده دخترامون دانشگاه قبول شدن. جدی؟ آره. به به، مبارک باش. خدا رو شکر. ببینی دو تا کادو طلب شما از من. شما چرا رشته ای قبول شدی دخترم؟ من اقتصاد دانشگاه گیلان. دانشگاهی گیلان. شما کی عروس گلم؟ منم پرستاری دانشگاه تهران. من مبارک باشه. من میگم امروز نهار مهمون منو سودابه باشیم بریم بیرون. قربانت برم دختر جان. شما بریم بهتون خوش بگذره. من امیدوار میخواییم بریم مجلس ختمه یکی از همسایه‌ها. سلامت بریم. خب ستار، پس تو حاضر شد تا من برم ماشینو بیارم؟ نه لازم نکرد. بیا بیا با ماشین من برید. ما میریم. کجایی ستار؟ شویی چه بگی؟ ستار منو باید ببری خونه. میخواهم مانتوری سری که برم خریدی و بپوشم. با ماشین من برید. Thank you.
چته؟ خوشحال نشدی؟ چی داره فکر کنم به ما حسودی میکنی؟ نه، ولی یه ذره به من حق بده از دست عصبانی باشم. اوه، دلخورم نه، عصبانی. میبینی سودابه؟ میخوای تنهاتون بذارم؟ بشین بابا، دعوامون نمیشه. راست میگه، بشین، با تو هم هستم. چرا من؟ چرا تهران؟ کی گفت موقع تعیین رشته تهران رو بزنی؟ به من چه؟ چرا به من میگی؟ میخوایم برم؟ بشین زرجات، تا حرف میزنم بهش برمیخوره، میخوان قرار کنه. شما که برام تعیین رشته کردی، خودم پرستاری رو اضافه کردم. سودابم تا امروز چیزی نمیدونست. آخه پرستاری؟ اونم تو با این روحیت؟ فرشاد گفت پرستاری رو بزن اگه یه روزی میخوای بیای کانادا. کانادا؟ بله، کانادا. یه جوری میگه انگار که اولین باره داری از دهن من میشنوی. من قبلنم راجبش با تو حرف زده بودم. فرشاد گفت پرستاری رشته ای که اینجا خیلی بهش نیاز دارن. واقعا میخوای بری تهران؟ میتونم بعد یه سال جا به جا بشم، شاید بشه. نه سودابه؟ آره ممکنه. من به خاطر تو نمیخوام برم سر کار. حالا دیگه بعد به خاطر من بری. مگه نگفتی بابات میتونه بعد یه سال تو رو منتقل کنه شهر؟ منم که نیستم. تو هم برو روستا، بعد یه سال با هم دیگه میای. بعد میگم سودابه. چی بگم والا؟ واقعا که داری همه چیز رو به هم میزنی. اتفاقا همه کارا رو خدا جور کرد. قسمت بود که من تهران قبول شم، تو هم بری سر کار. ببین ستار، اگه منو دوست داری باید بری. شاید بعد یه سال اصلا تو هم بتونی بیای تهران. پس آماده شیم برای مراسم عقد. پس دوری از الان شروع شد. من میگم مراسم عقدم بذاریم برای تابستون سال بعد. بعد از عقد دوری خیلی سخت میشه. بعد میگم سودابه. ای فریبا علکی از من سوال نکن. چرا اصلا از من میپرسی؟ میخوای حرفتو تایید کنم؟ ببینم چرا از عقد فرار میکنی؟ هنوز درگیر حرفای اون آدم نامرد غریبه هستی؟ فکر میکنی من قابل اعتماد نیستم؟ فکر میکنی دروغگوام؟ نه آقا، چه عیبی داره نامزدیمون یه سال دیگه طول بکشه؟ عقد کنی من تو میشیم زن و شوهر رسمی. اون وقت من اسیرت میشم. اسیر؟ اسیر من؟ ازدواج در نظر تو اسارته؟ میبینی چی میگه سودابه؟ پای منو وسط نکشین. خودتو به نفهمی نزن ستار. من به هوش تو ذره ای شک ندارم. من نمیتونم هر پنجشنبه جمعه از تهران بلنشم بیام گیلان. همینی که گفتم، عقد بمونه برای تابستون سال بعد. اینجوری راحت ترین. من قبول میکنم به یه شرط. چه شرطی؟ شماره اون آدم نامرد ناشناسو بدی که داره جاسوسی منو به تو میکنه. هر بار با یه شماره زنگ میزنه. همشو بده. چشم. اتفاقا بعدم نمیاد بدونم کیه. ولی فریبا اگه بابام بفهمه مراسم عقد گذاشتیم برای سال بعد خیلی عصبی میشه. ممنون لطفتون. ما ستار قابل شما رو نداشت. لطفی از خیلی خوش آمدیم. نه دخترم، من هیچ ناراحت نیستم. اتفاقا خیلی هم راضیم. قسمت اینطوره. خواست خداست شاید. بیا امیدوار. دست شما درد کنم. خودشون میبرن، خودشونم میدوزن. نمیدونم ستار چرا اینجوری شده. خانم من، عزیز من، اینا یک سال وقت دارن که همدیگر رو خوب بشناسن. دوران نامزدیه دیگه، خودت که میدونی بهترین دورانه. غریبه هم که نیستن به هم. ستار اومد. سلام.
دیدی پسرم؟ دیدی؟ به نظر من خدا خیلی دوستت داشت که این راه رو گذاشت جلو پات. حالا با خیال راحت میتونی به کارت ادامه بدی. بری سر کارت. منم سال دیگه میارم به شهر. از الانم دارم راهزنی میکنم. مطمئن باش به قولم عمل میکنم. به یه شرط. ای بابا چه شرطی؟ من یه قولی به شما دادم که بیارم به شهر. حالا شرطت چیه؟ رشت نه، تهران. تهران؟ خب به فریبا بگو بیاد شهرش. فکر نکنم بتونه. اونم به چش. تو برو سر کارت، من خیالم راحت بشه. اونم یه کاری میکنم که بفرستم تهران. بگی چی میگی؟ خیلی سختمه. رفتم آمدم اونجا هم سختمه. واقعا نمیتونم. چرا نمیتونی؟ رفت آمدت سخته. خب عزیز من قربونت برم، ماشین رو بردار ببر. ما که به ماشین احتیاج نداریم. ماشین هم که از روزی که خریدیم همش زیر پای خودت بوده. برش دار ببر. یه وام قرضال حسنه برام بگیر، ماشین بگیرم. ستار خان، اونم به چشم. ببین تو هر چی میگی ما میگیم چشم. خب این ما هم که میگیم تو هم بگو چشم دیگه. اونم به چشم، با ما هم میگیرم. حالا پاشو بریم تو، انقدر فکر خیالم نکن. هر چی اینجا بیشتر بشین ما، تو هی با ما شرط بندی میکنی. پاشو بینم، پاشو. بفرمایید. بفرمایید. سلام. سلام سودا به خانم. سلام. ستار خونه است؟ بله تو اتاقشه. بفرمایید. بفرمایید. شما بفرمایید. ببخشید. داداش ستار بیا، دوستات اومدن. آقا حواست کجاست؟ ببخشید. ولی واقعا تصمیم عاقلانه ای گرفتی ستار جان. خیلی خوشحال شدم به خدا. آخه رفیق من کار گیر نمیاد. بچه ها پس دیگه شما هم رفتنی شدین. تو میری دیلمان و تو هم میری اشکبر. بچه ها یه پیشنهاد خیلی جدی دارم براتون. قبلش بگم ها، اصلا قصد شوخی و طنز و طعنه ندارم. بفرما. به نظرم رسیدید اونجا یه چند تا بره و گوساله بخرید، یکی دو ساله زیادشون کنید. اون وقت درآمدتون از اونا اگر از حقوق معلمیتون بیشتر نباشه کمتر هم نیست. برای چی میزنی؟ مسخره ای چی؟ من جدی گفتم. بچه ها میدونین شمال ما رو کدوم ناحیه است؟ چطور؟ یه نامردی از اینجا زنگ میزنه به فریبا از من بد میگه. ببینم به نظرم آشنا میاد. آره این شماره کافی شاب رستوران خودمونه، نگاه کن. نه پاشیم بریم، پاشیم. خانوادگی از مشتریای قدیمی من هستیم. اصلا امکان نداره بچه های ما این کار کرده باشن. پس کار کیه؟ این حکم تلفن عمومی ما رو داره. گذاشتیم برای اینکه مشتری ها استفاده بکنن. آقا داوود شما تا حالا از اینجا تلفن نکردی؟ چه؟ خودت هم کلی زنگ زدی نزدی؟ من یه بار به فریبا زنگ زدم که نتونستم اصلا پیداش کنم. منم همینطور. باید ببینیم اون آدم کیه. هر کی هست میدونه ما اینجا میایم. شاید میخواد رد گم کنه یا ایجاد سوء تفاهم کنه. بسپرید به من پیداش میکنم. اینجا دوربین داره؟
بله، ولی چک کردنش خیلی زمان میبره. هر چقدر زمان بخواد من حاضرم بشینم ساعتها پاش تا پیداش کنم. اصلا نگران نباشید، بسپریدش به من. دوربیناتون صدا هم ضبط میکنه؟ آره آره. پس اگه اجازه بدین بهتره ویدیوهای ضبط شده شما رو چک کنم. چرا که نه، کار منم راحت‌تر میشه. ممنون. کجایی فریبا؟ نه زنگی، نه تماسی، تهرانی شدی رفت. آها چقدر چیپ تهرانی شدی، من گیلانی هم دختر. بابا آخر ناسیونالیست. ستار خان کجاست؟ آخرم بلد نشدی حرف بزنی، بشین. بابا بد آدم به شوهر آیندهش میگه خان. سلام داداش. سلام. سلام. آخرش فهمیدیم اون نامرد از کجا زنگ میزده. از کجا؟ رستوران پاتوقمون. کافی شاپ خودمون؟ بله. بابا ولش کنین، من میگم ما همینجوری شدن بدبختی است. دنبال دردسر میگردی؟ دردسر؟ آره دیگه، الان پیداش کنیم مگه ولش میکنین؟ نه دیگه، شکایت شکایت کشی میشه، اون که هنوز کاری نتونسته بکنه. اعصابمو خورد کرده، شاید بازم دست به کار بشه. بلند شو بلند شو، لا اعصابت خورد نشه، بابا میخواد زیارتت کنه. چیکارم داره؟ با این چه طرز حرف زدنه، میخواد ببینتت دیگه. ببخش. بیا بریم. بفرمایید. سودا به جان خداحافظ. بی خبر نری فریبا، کلی باهات کار دارم. بیا اینم حلقت، بابام امروز دستور داد تا برات بگیرم. حالا که قراره سال دیگه عقد کنیم حلقه رو بذاریم برای همون موقع. من گفتم به وظیفه‌م عمل کرده باشم. آقای امیدوار برای فریبا حلقه خریده بود، اما چون ما در جریان نبودیم نخریده بودیم. اگه نگیری منم حلقم رو پس میدم. ستار باشه یا پس بدم؟ بذار باشه. پس تو هم باید دستت کنی. وای چه قشنگه. مبارک باشه. ممنون. من فردا دارم میرم بالا. هنوز که تا شروع مدارس 10 روز وقت باقی مونده. بله، ولی بعد یه جایی برای خودم پیدا کنم. منم 3 روز دیگه میرم، نگران نباش. هر روز با هم حرف میزنیم. اصلا میتونیم تصویری همو ببینی. معلوم نیست اونجا اینترنت باشه یا آنتن بده. با اجازهت. به سلامت. میرم اون کشکا. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. به سلامت. بریم میخوام با هم حرف بزنیم. بریم اتاقم. بریم دمیدارمش. دیدی نمیخواست حلقه رو بگیره؟ دلخوره. اگه من نرم سر کار تو هم نمیری تهران دانشگاه؟ اگه تو نری سر کار که همه از چشم من میبینن. پدرم میدونی چه خوشحاله که تو رفتی سر کار. غیر از این بهتر که یه مدت مستقل باشیم. من خیلی دوستم زندگی مجردی دور از خانواده رو تجربه کنم. زندگی مجردی؟ نه، منظورم همون زندگی دانشجوییه. هم برای تو خوبه، اصلا برای هر دوتامون خوبه. به درک بهتری اصلا میرسی. احساس میکنم میخوای یه مدت از شهر من خلاص شی. حرف بی خود نزن، تو که انقدر قسمت قسمت میکنی. خب چرا یه بار نمیگی که قسمت اینه که یه سال اینجوری زندگی کنی؟ خیلی خوب، من میرم، خداحافظ. ما فردا میریم ویلا، به احتمال زیاد دیگه نمیبینمت. مواظب خودت باش. من فردا میرم، خداحافظ. خداحافظ. مواظب خودت باش ستار. ستار بابا، این حافظ غزل زیاد داره، چند تا مثنوی داره که من عاشق این مثنویم، همیشه در خلوت خودم اینه میخونم. حالا با تو خلوت کردم. میگه الا ای آهوی وحشی کجایی؟ مرا با توست چندین آشنایی، دو تنها و دو سرگردان دو بی کس،
مدد و دامت کمین از پیش و از پس. بیا تا حال یک دیگر بدانیم، مراد هم بجوییم ار توانیم. ار یعنی اگر. که بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خش. خش اینجا بازم خوشه. که خواهد شد بگویید ای رفیقان، رفیق بی کسان، یار غریبان. مگر خضر مبارک پی درآید، ز یمن همتش کاری گشاید. چطور بود؟ آقا جان عالی بود. قربون تو بشم من، قربون تو بسرم. همه چی تو ساکت برات گذاشتم، اگه چیزی کم و کس بود یا زنگ بزن برات میفرستم. چشم دارم آقا جان، خدا حافظ. مواظب خودت باش آدم. هستم. هر وقت اراده کنی زنگ بزنی خدا میرسونه. نه آقا جان نمیخواد بیا. من حالا که قراره تنها زندگی کنم، بعد تنها زندگی کردن یاد بگیرم. برای کلاف بزنم. مواظب خودت باش. زحمت نکش. ببین مادر. بر لوح دل من